آقایم کیو بینندگان عزیز سلام عرض میکنه. آقای احمدی اعلام بکن هر ساعت تو تلویزیون که از سپتامبر 5 تا اکتبر 5 من در استانبول خواهم بود. با دکتر مریدی. خدافظ. بینندگان عزیز من رو ایرم، شماره ای که میتونید زنگ بزنید با من صحبت بکنید 310-442-2099. این برنامه زنده است، نمرده، تکراری هم نیست. بفرمایید شما رو ایری عزیزم. سلام آقای دکتر. شهناز خانم سلام. مرسی. سوالی داشتی شهناز خانم؟ حرفی داشتی؟ بله آقای دکتر، من زنگ زدم امروز سوال داشتم از شما. یه آقایی از بلژیک به من تماس گرفتم دیروز، چون که برنامه های شما رو خیلی دوست دارن و گاهی از دست میدن، گفتن اگر شما اجازه میدین من میرم توی روی یوتیوب این برنامه های شما رو میذارن روی یوتیوب. گفتن شما اجازه بدین بعد دو مرتبه با من تماس بگیرن. آره خیلی خوب کاری کردی. خیلی خوبه، برای که به مام زنگ میزنن کار خوبیه. کیو پلیسیا عزیزم، حضور مبارکت که به هوای اینجا گرمه شهناز خانم، به 120 درجه میرسه پام اسپرینگ. ما داریم تلویزیون رو حمل میکنیم به ملبو. وقتی که داری شد آقای دکتر بال خوش از اون بالا میایم بیرون، دسترسی مردم بیشتر میشه. چون من 5 روز 6 روز تو رنچ میمونم، یه رنچ جدید خریدم 100 هکتار، فوق العاده زیباست. کجا آقای دکتر رنج خریدی؟ غیر از اون رنجی که دارم این رنج فوق العاده زیباست. این کجاست آقای دکتر؟ نزدیکتر به پام دزرت و تمام جنگل، فوق العاده زیبا، خیلی خنک، اصلا نفس کشیدن تو اون رنج خودش 1,000,000 ارزش داره. هوای تمیز و تمام جنگل کوهستانی، فوق العاده شیک. دارم یه خونه گرفتم دیدم خیلی قشنگ، مهندسه گفتم بیاد اونجا بذاره و این رنچو میذارم برای فروش، میرم اونجا، میخوام تا آخر عمر اونجا زندگی کنم و یه مقداری هم حیوانداری کنیم. متاسفانه یکی از گربه هامون، اون پسره اسمش جانیه، من اشکایش گذاشته جانی، بدبخت بسی که دپرشن داره، اصلا تکون نمیخوره، یه خورده ناراحتش هستی. باره من از حیوانات خیلی خوشم. چطوری شما میان ملیبو که تلویزیون اجرا کنیم؟ میان درست 3 روز در ملیبو میبونم، 4 روز در رنج. اون وقت شما میتونی هر روز خودت بیای تو تلویزیون، میتونی بیای اونجا قشنگ برنامه برای خودت اجرا کنی. آره میتونم بشینی پلو من سوال کنی، هر سوالی که داری سوال کن و جواب مردم و ما دوستان عزیزم که زنگ میزنن میدم. شماره ای که میتونید با من تماس بگیرید 310-442-2099. هیچ سوالی نداری شما امروز شهناز خانم؟ بله آقای دکتر، خیلی سوال دارم، اگه ایده بودید خواهش میکنم. من یه کار صحبتامو بکنم. هیچ این که قیمت شامپو و کرم ها رو توی تلویزیون اعلام کنم، چون بعضی ها اشتباها مثل این که بعضی ها بهشون میگن 50 دلار قیمت ها رو اشتباه میگن. من میخواستم قیمت دقیق کرم ها رو که به این 10-12 سال که من با شما بودم عوض نشده، قیمت ها همونه. کرم شب 50 دلاره، کرم روز 45 دلاره، رینکل 50 دلاره، کرم چروک 50 دلاره یا همون رینکله، ریجویتینگ همون جوونی 50 دلاره، ویتامین ای 55 دلاره، آیسروم دور چشم 40 دلار، شامپو 60 دلار و کاندیشنر 60 دلار. البته اگر فکر میکنن این قیمت زیاده، باید اینو تذکر بدم که برای یک ساله
سال این شامپو کاندیشنر رو میتونن استفاده کنن. بعدش روغن مو هستش که روغن مو هم 55 دلاره. بله عرض دارم حضور مبارک تو شهناز خانم، هر بشری، هر انسانی که در اجتماع امروز داره زندگی میکنه، وقتی که یک چیزی را میخره میخواد بفهمه برای اون پولی که داده اون چیزی که خریده ارزش اون پولو داره یا نداره. این خیلی مهم. شما یه اتومبیل رولز رویس میخری، الان رولز رویس اومده با یه اتومبیل، با دو تا اتومبیل اومده بیرون، یکیش برقیه، یه اتومبیل هم اومده چیزه استیشن واگن درست کرده رولز رویس. خب شما وقتی 250,000 دلار پول یه اتومبیل میدی، میخوای ببینی که اون چیزی که خریدی ارزشه، ارزش این پولتو داره یا نداره. خب این خیلی مهمه. مردم باید بفهمن اون پولی که برای کرم یا شامپویی که شما در اختیارشون میذاری، اون پولی که میدن، این کرم و این شامپویی که خریدن ارزش اون کرمو داره یا نداره. اینو شما اول باید یاد بگیری و براشون توضیح بدید. من میدونم آقای دکتر که این همه سال ها مشتری من هستن و میخرن. نه اکثر میدونم. اکثر مردم که تازه میان تلویزیوناش دیدن تلویزیون، شاید اونا نمیدونن. اکثر مردم آقای دکتر ببخشید من لایتنینگ هم بگم، بعد شما صحبت رو ادامه بده. لایتنینگ هم همون روشن کننده است که برای بیرون رفتن از خونه، مخصوصا در این هوای گرم که پوست اشعه آفتاب بهش میخوره و لک رو میسازه، اون لایتنینگ مثل یه دیوار جلوی اشعه آفتاب رو صورت میگیره، همینطور محفوظ نگه میداره از گرد و خاک و هوای کثیف که به پوست ما صدمه میزنه. لایتنینگش هم 55 دلاره. بعد که آقای دکتر صحبتشون تموم شدن، من راجع به همهشون یه توضیح کوتاه میدم. بفرمایید آقای دکتر. عرض دارم حضور مبارکتون. اون وقت شما باید مردم که کرم میخرن باید اینو بدونن که خیلی انواع و اقسام کرم ها در بازار هست، ولی کرم هایی که روش تجربه شده و دست افرادی ساخته شده که میدونن چی وارد کرم بکنن و میدونن چه انتظاری و چه نتیجه‌ای از اون موادی که وارد کرم میکنن میگیرن. شما وقتی که یک کرمی رو وارد بازار میکنی و میدونی چه چیزایی توش بذاری و میتونی برای چی میتونی ازش استفاده بکنی و چه نتیجه‌ای بگیری، این کرم رو مردم حق دارن و باید بدونن که مقایسه میکنن با کرمای نظیر این. شما اگر کرمای مزا اسکین کر رو مقایسه بکنی با کرمای درجه یک دنیا، میبینی هنوز این کرم یک تفاوت کوچکتری داره که اثرش بهتره. اون وقت میاد قیمتش. شما وقتی که آنز به آنز مقایسه میکنی با کرمهای خوب درجه یک مال کمپانیهای درجه یک دنیا مقایسه میکنی، میبینی یه سوم قیمت اونه. شما اینو باید یاد بگیری شهناز خانم و هم نشینی بگی مردم میدونن. اگه مردم میدونستن دنیا این وضع امروزی که داره نخواهد داشت. مردم نمیدونن که ما تو این دنیا چه چیزایی داره میگذره. خیلی مطالعه و وقت لازمه و علاقه و فهم و شعور لازمه که اکثر مردم فهم و شعور رو دارن و وقت و علاقه رو ندارن. شما اگر
یک مدت زیادی وقت بذاری و مطالعه کنی میفهمی در دنیا چه چیزایی داره بگذره. همینطورم کرمه، مردم وقتی که مطالعه کنن بشینن کرم مطالعه کنن ندارن. مردم به دو دلیل کرم رو میخرن، بگذر از این که احتیاج دارن، احتیاج بذار کنار، ولی به دو دلیل کرم میخرن. یکی برای که کرم میدونن کار میکنه، یا تجربه دارن، یا از دیگران شنیدن، یا به مزخرفات آگهی های متقلبی که میذارن تو تلویزیون ها گوش دادن و این عکس خوشگل دخترهایی که میذارن مثل پنجه آفتاب تو این چیزا مجله ها و اعلام میکنن، به این دلیل اون کرم رو میخرن. یک دلیل دومش اینی که ببینن ارزش اون پولی که دادن داره یا نداره. اگر یه مدت استفاده کردن و نتیجه نگرفتن، متوجه میشن که ارزش اون پولی که دارن نداره، دیگه نمیخرن. شما باید اینو بدونی که حتما میدونی شهراز خانم، ولی به روح خودت دمیاری، خیلی ها در دنیا آگهی میدن کرم، خیلی کرمام خوبن و خیلی کرما فقط برای آگهیش میخرن. مردم باید متوجه میشن اینا کرمایی است که یه مدت کوتاهی تو بازار میمونه، مثل اتومبیلایی که درست میکنن میارن تو بازار یه مدتی میمونه، بعد دیگه مردم نمیخرن، کمپانیش از میبنده میره دیگه اون ماشینو تولید نمیکنه. خیلی ماشینا من میتونم اقلا 30 تا ماشین های مختلف رو اسم بیارم که از هزار و اوائل 1900 و 1900 ساخته شده و یه مدتی تو بازار بوده و بستنش. یکیش استاندارد بود، ماشین های استاندارد در انگلیس ساخته شده بود. یکی هم گیا بود، کیا چیز در آمریکا فروختنش 3700 دلار، دو سال تو بازار اومد بعد بستنش. کرم هم همین داره. وقتی که مردم ببینن اثر نمی کنه، که مردم خیلی باهوشن و فهم و شعورشون از من شما کمتر نیست، شاید هم زیادتره، تا دیدن نمیتونن استفاده کنن نمیخرن. همینطور البته چیزهایی که در بازار برای احتیاج مردم میاد، اینها انواع اقسامن، مثل تلویزیون ها، ولی بعضیا با هم فرق میکنن. لباس مثلا یه خورده فرق میکنه. لباس اگر رنگش به بدن، به صورت، رنگ صورت شما بخوره و طوری که لباس رو چیز کردن، درست کردن، به بدنت خوب بخوره، ممکنه جنسش خوب نباشه ولی شما از پوشیدنش لذت میبری. در بعضی موادهایی که در بازار هست، در دسترس مردم هست، از نظر استفاده با هم فرق میکنن، ولی هر چیزی جای خودشو داره. مردم از کرم یه توقع فقط دارن که کار بکنه. اگر کرم کار نکرد، احتیاجشون رو فراهم نمی کنه، به دردشون نمی خوره. خراب شدن صورت. ایران هم میشین که آقای دوستا فکر میکنم یه مقدار تقلبی شد، میفروشن به مردم، چون یه مشتری دارم از اینجا داره از من خرید میکنه میبره ایران، و به من گفتش که قرص لاغری هم برام داری. گفتم آقای دکتر مظاهری سال هاست که قرص لاغری رو ندارن. گفت تو ایران هست، میخرم به اسم شما آقای دکتر. ولی آقای دکتر مظاهری به هیچ عنوان به هیچ وجه اصلا قرص لاغری ندارن. تو ایران خیلی کارا داره میشه، خیلی به اون مردم نکنم به اسم آقای دکتر، قرص لاغری اصلا نیست بابا، کروات آوردن به اسم من. فکر میکنم فردا آفتابم درست میکنن به اسم دکتر مظاهری، آفتاب فروشی میکنن. مردم سوء استفاده میکنن از محبوبیت و اعتمادی که مردم به یک نفر دارن.
چرا اینقدر مردم قسم خدا رو میخورن؟ من به شما میگم چند روز خانم شما چرا این کار کردی؟ میگید به خدا نکردم. چون مردم به خدا اعتماد دارن ولی خدا رو هنوز نشناختن. متاسفانه خیلی دار نمیدونن خدا کیه، ولی چیزی که هست مردم قسم میخورن چرا اعتماد دارن. همینطور هم یک کسی که مردم اعتماد دارن ازش شوزیه. اگه یادت باشه چند سال پیش یه نفری که با ما کار کرد رفت ایران کرم درست کرد به نام دکتر مزایری، یادته؟ من تو تل... هنوز هم مثل که ادامه داره اونجا به اسم شما دارن به مردم کرم میدن و همین خانم به من توضیح دادن تو خواهرشون مامانشون اونجا خرید میکنن، گفت که خرید کردن ولی صورتشون خراب شده و صدمه خورده. بل. ولی قوطی و همه چی شبیه همون قوطی شما، این داخلش کرم شما نیست. ببین عزیزم، من راجع به تمام این چیزا براتون صحبت کردم با توجه به زندگی انسان در این کره زمین و در اجتماعی که ما داریم زندگی میکنیم. من همه رو براتون صحبت کردم، متاسفانه بعضیا گوش نمیدن. ببین، یکی از عیبی که مردم در بعضی مملکت‌ها دارن، اینا مغز و فکر و تجربه و فهم و شعور اینو ندارن که چجوری پول در بیارن. متاسفانه پول که باعث بدبختی بشر هست، احتیاجش از هر چیزی بالاتره، چون پول فقط یک کار میکنه، هزار تا بدبختی میاره، فقط یک کار میکنه، احتیاج بی پولی رو میبره، ولی صد تا ناراحتی های دیگه با خودش میاره. خب چون این افراد بلد نیستن چجوری پول در بیارن، میان از اسم و معروفیت یک کسی دیگه استفاده میکنن که بتونن همون قسم به خدا که برات گفتم بتونن توسط اسم و اون به پول در بیارن، چون راه دیگه ای رو بلد نیستن. در صورتی که من تو تلویزیون اگه در سابق به من گوش داده باشید، من براتون گفتم، من با یه وکیلی داشتم یه هفته پیش صحبت میکردم، گفتم بیا من یادت میدم هزارون راه پول در آوردن. آدم لازم نیست تو روح بگه تقلم بکنه سر مردم کلا بذاره، ولی بشر خیلی چیزا باید یاد بگیره که بتونه با آرامش و با راحتی زندگی کنه. درست بودن بهترینه، آدم شب با آرامش بخوابه. من همین 10-12 سال شاید خدا اونشونه یه کاری میتونه، ولی هرگز من یک دلار اضافه برمارو ندادم به کسی، قیمت همونه، تغییر ندادم. ممکنه یه تخفیف تو کلش به مشتریام اگر تونستم، اگر زیاد بود خریدشون این کارو بکنم، ولی هرگز یک دلارم بیشتر اضافه نکردم. قیمت شما همیشه همین قیمته، عوض نشده. کسی اشتباه نکنه بره تقلبیشو بگیره، بکنه که حالا داره بهش تخفیف میده. نه، بهترین چیزی که شما میتونی بکنی اینه که اگر یه کرمی یه چیزی به اسم دکتر مزایری داره فروش میره، زنگ بزنن مستقیما از ما سوال کنن یا از نماینده های ما سوال کنن که این مال دکتر مزایریه، بهشون میگن. فوری ما میگیم که این مال ما نیست، مثل این قرصه که وز کم میکنن. شما گفتی خیلی از این چیزا در ایران هم. گفتم هیچ بعید نیست که همین هفته دو هفته یه ما دیگه آفتابه بفروشن به اسم دکتر مزایری، بگن آفتابه دکتر مزایریه. به من وقتی من میخواستم یه صحبتی دیگه داشته باشم روی تخفیف شما، روی تلویزیون شما. این که مردم خواهش میکنم، خواهش و تمنا، بارها در روز به من زنگ میزنن،
شما داری صحبت میکنی، شما را جواب نمیدن چون که تکراریه. زنگ میزنن ما میخواییم آقای دکتر، آقای دکتر مظاهری تلفنشون تله خودشونه، تلفن من شهنازم، من فقط برای شامپو و کرمای آقای دکتر هستم، هیچ اطلاعی از دکتر ندارم که کجا هستن، چرا برنامه نیست. آقای دکتر فقط هفته دو روز شنبه ها و چهارشنبه ها روی خطن، هیچ سوال مریضی و پزشکی تونم من نمیتونم بیام رو بگم. شما باید خودتون رو تلویزیون یا هر سوال دیگه ای که دارین تماس بگیرین، خواهشن با من تماس نگیرین. درسته. من فقط و فقط برای شامپو و کرم هستم. آره شان از خانم دیگه آدم یه موقع خسته میشه. آقای دکتر روزی بیست بار مردم شما رو میخوان، تلفن منو میزنن. میتونیم با آقای دکتر صحبت کنیم؟ آقای دکتر کجا؟ آقای دکتر پالمسپرینگ هستم. ارزرم حضور حالا خواستم این ناراحتی که خودم اذیت می شدم روی اعلام کنم که لطفاً با من تماس بگیرم. به من عزیزم روز هزار تا تلفن میشه من جواب نمیدن اصلا. به چایم آقای دکتر من مشتری دارم، من از اولا که از ایرانم یاد گرفتن 818 می زنم از که باشون صحبت می کنی میگم از کجا، میگم از ایران. وقتی من اون ایران رو جواب نمیدم 818 رو می زنم. بله چطوریه من نمیدونم. بله ارزم حضورت که وقتی اومدیم ملبو برای شما خیلی بهتر میشه، میدونی خیلی راحتر میشه. وقت شما تو لس آنجلسی نزدیک وستودی رایت؟ من به شما 10 دقیقه رو بم تا ملبو. آره میتونی بیای اونجا وقتی من تاکشو دارم بشینی باهاشون صحبت کنی راحت و حسابی. کله گنجشکی بلدی درست کنی؟ کله گنجشکی بخور اون روز بیاد تو تلویزیون باشه. خوبه که من بیام کله گنجشکی بخورم، مردم خیلی دوست دارن که من بیام صحبت کنم به خدا و میخوای که بیام راجع به چیزایی که میدونم، یه چیزایی که راجع به هورمون بدن و چیزایی هلتیه. من که دکتر نیستم. راجع به اون مریم خانم گفتم بهتون که چی کار کردن. بله یه نفر رفته، ما میشناسیم که این همین روزا میرید زندان، این چی کار کرده؟ رفته توی بانکی یه طوری سر بانک کلا گذاشته، یه دونه اکانت باز کرده به اسم دکتر مورتن مظاهری، یه دونه اکانت باز کرده، یه دفتر باز کرده توی بانکی به اسم من. ما میدونیم همین روزا میره زندان، همون شخصیست من فکر میکنم که مظاهر اسکینکر رو تو اینترنت میذاره، میگه من کرم میفروشم، کرم نداره، پول مردم رو میگیره. بعد کیو آر یو رایتینگ مای دکلریشن؟ Q, you have 3 years time. Don't do it now. Do it in 3 years. این اون وقت همون ما فکر میکنیم همون شخصه. اون وقت هم مریم خانم رو میشناسه، ایشون فارماسیسته، دکتر فارماسیسته، یکی از دوستای ماست. رفته از اکانت ایشون پول ریخته تو اون اکانتیست که به اسم مورتن مظاهریه. و مریم خانم با من زنگ زد، من دارم بهش یه دونه دکلریشن میدم. ما چند بار اینو اونم رفته به پلیس رپورت داده و به کانسومر افر، بخشی از کانسومر افر به نام ایدنتیتی ثف اینوستیگیت میرسیدگی میکنن به این چیزا. یعنی ایدنتیتی ثف یعنی اسم یک کسی رو دزدی میکنن به اسم اون که اسم از اون دزدی کردن برداشتن، دزدی میکنن مال مردمو، دزدی میکنن و تقلب میکنن. این اسم منو برداشته، یه کتابچه باز کرده تو بانک، وقت از پول اون خانم ریخته به حساب خودش. این خانم هم خوشبختانه با وجودی که فارماسیسته و چیزم داره، یعنی داروخانه داره، ولی به حوصله این کارا رو داره، داره حسابی میره دنبالش. گفت از بانک سوال کردم این کیه، بانک گفت نمیتونیم بگیم. گفتم خیلی راحت، برو دادگاه
بگو که ایدنتیتی ثبت قاضی دستور میده به بانک که اسم اون یارو رو بدن، بعد میدازه به زندان. شناس خانم، دزدی خیلی میشه در دنیا. ببرمین شما رو ایری. الو، اینی که این دزدی ها خیلی یاره در دنیا میشه، باید مواظب بود. آقای دکتر، منم به خاطر همین دوزیه که به من کردن از کرمم، من نمیتونم از مردم دیگه کردیت کارت بگیرم، کردیت کارت ندارم. به دلیل این که من مثلا از من خرید میکردن، یادتونه یه نفر 3000 خرید کرد، کردیت دوزی داده بود به من که من به بانک خبر دادم و من اونجا ضرر کردم و چند بار از من خرید کردن 700-800 دلار و رفتن به بانک گفتن ما اصلا نمیدونیم چیه. حالا کرما به دستشون رسیده برداشتن، ولی به بانک هم زنگ زدم که به من نامه دادن چیه، به من اسمو نمیدادن. نه اجازه اسمشونو بدن ندارم. من چندین و چند بار این ضرر کردم و مجبور شدم کردیت کارتم رو قطع کنم، ولی از همه مشتری عزیزم خواهش میکنم هر وقت داشتم با هم از اروپا از هر جا از وستر یونیون یا اینکه چک میفرستن یا من از هر راهی میتونم باهاشون کار کنم به غیر از کردیت کارت. نه شما خاطر همین دوستیه که شد منم نهایت ضرر کردم. اشتباه شما این بوده که زنگ دارم میزنم. الو، من تو ایرم الان مسلسل گذاشتن میخوان منو بکشن، گفتن میکشیم یا جواب بده. منم چند سال دیگه بعد زنده بمونم که انشکا بره دانشگاه، گفتم صبر کنید چند سال، بعد از چند سال میتونید منو بکشید اگه زنده بودم. قربونت برم. عرضم حضور شهناز خانم، اشتباه شما این بود وقتی که با کردیت کارت یک کسی بیزینس میکنه، یه چیزی ازش میخرن، یعنی پول میاد از یک منبعی که اکثرا کردیت کارت هستن. تو کردیت کارت چون اولین کاری که میکنن باید به بانک زنگ بزنن ببینن اون پول رسیده، بعد اون چیزی که اونا خریدن براشون بفرستن. آقای دکتر، پول میرسید دستم. خب ولی اونا بعد از یه ماه یه مدت دیگه میگفتن ما همچین چیزی خرید نکردیم، بانک هم پول بهشون برمیگردون. وقتی که من میرفتم بانک کی اسم نبود توش. ببین شهناز خانم، بانک میگفتن ما اجازه آره. که به شما اسمو بدیم نداریم. آره بذار یه چیزی یادت بدم، فرق کردیت کارت با چک اینه که من وقتی که یه چیزی میخرم چک مینویسم، شما میری بانک اون چک رو کش میکنی تموم شد، من کاری نمیتونم بکنم. اگه چک من تقلبیه شما میتونی بری پیش دیستریک اتورنی دادستان از من شکایت کنی به فارسی. فارسی من خوب نیست، سعی میکنم به فارسی هم بگم که بیننده ها بفهمن، ولی اگر چکم خوبه میری کش میکنی، من دیگه کاری نمیتونم بکنم. اگر اون موادی، اون چیزی که از شما خریدم مطابق قولایی که شما دادی نیست، من میتونم برم دادگاه، یا اگر شما یک بیزینس قانونی داری میتونم برم به کانسومر افر، یعنی اداره ای که به تمام بیزینس های امریکا رو رسیدگی میکنه، به اونا شکایت کنم. این راجب چک. مستر کارت اینطوری نیست، ویزا اینطوری نیست. اگر شما یه چیزی من از شما بخرم و اون چیز من راضی نباشم، من میتونم تلفن بزنم به مستر کارت و دیسپوتش کنم به بانک، میگم که این چیزی که شما به من فروختی و من توسط مستر کارت دادم اون کاری که شما میگین نمیکنه، من در این صورت پول نمیدم.
بانک بر میگردونه از مسترکارت اونا بر میگردونه به مسترکارت شما. البته اون شخصی که پول به مسترکارتش اومده میتونه زنگ بزنه و شکایت بکنه. How are you? Nice to meet you. Daddy, it's been, yes. It's been half an hour and I'm hungry. She's always hungry. Always hungry. She wants to be like her father. Hey! Right? Hey! No! No! Ah, okay. I am going to finish in 5 minutes. Then we go. عرض دارم حضور مبارکتون با مسترکارد میشه. خیلی با خانومی شده یاد گرفت. به همین سنم من آشپزی یاد گرفتم. آشپزی یاد گرفته، برای من غذا میپزه. بعد ببینی چقدر مدرسه دوستش داره. معلم ها براش به قول ایرانی ها لوند انداختن. حالا میره کلاس ششم. خب شهناز خانم، فرق چک و با مسترکارت و ویزا رو براتون گفتم. اینا شما میتونید دیسپوت کنید به توسط تلفن ان بر میگردونن، ولی اونا میرن دیسپوت میکنن، میگن که درست نیست و اینا. یه خورده راحت تره برای افرادی که سر پولش میتونن، افرادی که سرشون کلا رفته توسط ویزا و مسترکارت میتونن پولو برگردونن به اکانتشون. در چک اینطوری نیست. اینی که شما مواظب باش. خب من رسیدم تا خط. کیو؟ آیا من به اد اجازه بدین که شما این تلفنم رو اعلام کنم؟ آره زود 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 اعلام کن عزیزم. زود اعلام کن عزیز. شما خدا حافظی کنم. شماره تلفنم هست 1310-254-5247. من نمایندگی آقای دکتر مظاهری رو دارم سراسر دنیا به غیر از ایران. برای شامپو و کرم‌هاشون با کمال میل در اختیارشون هستم و خواهش میکنم هیچ کس با من تماس نگیره که این برنامه چیه یا من مریضی من اینه. من هیچ پاسخی ندارم، جوابی ندارم. فقط شما میتونید، دوتا تلفن شخصی هم ندارم، فقط روی تلویزیون صحبت میکنم. خیلی خوب. حالا مطمئنم آقای دکتر از وقتی که به من دادی به امید دیدار شما در نوید و انشالله که به زودی این کار بکنید آقای دکتر. آره داریم میکنیم. ازت بینندگان عزیز صورت ماه همه تونه میبوسم. این برنامه رو خود بهتر میکنم، دارم میبرمش ملیبو، اونجای خونه دارم لبه آب که ما آخر هفته آب میریم اونجا، جای شما خالی دارم میرم اونجا، تلویزیون دارم میبرم ملیبو، نزدیکتره به شهناز خانم، بیشتر میتونه بیاد تو تلویزیون. همینطورم دکتر صادقی که وکیله، اونم دوستاش بیاد تو تلویزیون. آره اون خیلی به اون نزدیکتره. تلویزیون برنامه‌اش خیلی قشنگ شده. بله. فیلمای خیلی قشنگ می‌ذارن، موزیکای قشنگ، برنامه اصلا تلویزیون فوق‌العاده عوض شده. آره. صورت ما همتون رو می‌بوسم. خیلی راضی، خیلی خوشحالم. فیلما رو دوست دارم. فیلما این ور و بر میشه به من زنگ میزنن آقای دکتر. خدافظ، ازتون خدافظی میکنم. این برنامه چند بار تکرار میشه. کیو آی ام آف. Am I off? Yes.